درود رفقا انگلیسی مثلاب خوردن اینجاست با یک درس دیگه از سری ساختار ساختارهای مهم و اساسی در انگلیسی و در این درس می‌خوایم ساختار رایج و اساسی و مهم دیگری رو به نام I have to در انگلیسی با هم مرور کنیم با هم تمرین کنیم و با بیان جملات و عبارتهایی بتونیم به استفاده از این ساختار مسلط بشیم خب بچه ها اگر درس های قبلی این سری از درس ها رو ندیدی در کانال انگلیسی مستاب خوردن طبیعتا میتونید اونها رو در قسمت پلیلیست ها ببینید و به صورت دستبندی شده از اونها استفاده بکنید تا اینجا و همچنین برای دریافت درس های آینده کانال خودتون کانال انگلیسی مستاب خوردن اگر این کلیپ رو به صورت اتفاقی میبینید میتونید کانال رو سابسکرایب بکنید و با فشردن آیتم نوتیفیکیشن میتونید به محض انتشار یافتن درس های آینده از اونها مطلع بشید و بتونید اونها رو به کار بگیرید بچه ها با فشردن آیتم لایک هم میتونید طبیعتاً از این ویدیو حمایت بکنید و اجازه بدید که دیگران هم ببینن و به ما هم انگیزه بدید بسیار خوب بپردازیم به درس ساختار بسیار پرکاربرد و رایج آی هفته در انگلیسی اولین موضوعی که باید در استفاده از ساختار I have to در انگلیسی بهش توجه بکنید این است که بعد از I have to شکل ساده فعل میاد و کاربردش برای بیان الزام غیر از خوده یعنی برای بیان الزامی که از سمت عوامل خارجی بر ما تحمیل شده و ما خودمون رو مجاب میدونیم که اون رو انجام بدیم مثلا الزامی که میخوایم صورتمون رو بشوریم میدونیم که آقا میخوایم بریم بیرون باید صورتمون تمیز باشه مثلا یا صبح وقتی از خواب بیدار میشیم باید صورتمون رو بشوریم این الزام الزامی است که از عوامل خارجی یا غیر از خود ینی یعنی غیر از اینکه خودمون رو ملزم بدونیم از عوامل خارجی به ما تحمیل میشه حالا با بیان مثال هایی که در ادامه خدمت شما تقدیم میشه با کاربرد این ساختار آشنا خواهید شد آماده این بزن بریم I have to wash my face. I have to wash my face. I have to همونطور که گفتیم یعنی من باید یک کاری رو انجام بدم I have یعنی من دارم ولی I have to یعنی من ملزمم که یک کاری رو انجام بدم پس یادتون باشه هر جا I have to اومد و به این صورت به صورت سریع وقتی میگید انگلیسی ها, بعضی ها میگن I have to I have to I have to ببینید وی دقیقا باید تلفظ بشه I have to I have to ولی وقتی که سری میگید میشه I have to I have to I have to wash شستن my face I have to wash my face من باید صورتم را بشویم و میدونید که احتمالا میخواید برید بیرون باید صورتتون رو بشورید و این الزام از عوامل خارجی به شما تحمیل شده مثلا خانمی آقای شما رو ببینه احتمالا از شما خوشش نیاد پس I have to wash my face من باید صورتم را بشویم در قسمت کامنت بنویسید مثال رو تا خوب یاد بگیرید همچنین تو دفتر یاد و با صدای رسا تکرار کنید I have to wash my face I have to wash my face I have to brush my teeth. I have to brush my teeth. I have to من یه کاری رو باید انجام بدم. باید انجام بدم. چه کاری؟ Brush. Brush یعنی مسواک زدن، فرچه زدن. My teeth. Teeth یعنی دندان ها و tooth یعنی یه دونه دندان. پس teeth جمع توثه I have to brush my teeth من باید دندانهایم را مسواک بزنم خیلی هم خوب قبل از خواب میدونیم که یک الزامی وجود داره برای اینکه دندونامو تمیز و سالم بمونن I have to brush my teeth من باید دندانهایم را مسواک بزنم I have to brush my teeth I have to brush my teeth I have to learn English. I have to learn English. I have to من یک الزامی دارم که به من تحمیل شده و باید این کار انجام بدم چرا؟ چون همه ی آدم ها دارن انگلیسی یاد میگیرن چرا من یاد نگیرم؟ پس I have to چی کار باید بکنم؟ Learn Learn یعنی یادگیری English یعنی زبان انگلیسی I have to learn English من باید انگلیسی یاد بگیرم آفرین بر شما که میخواهید انگلیسی یاد بگیرید اما چطوری کاری نداره با تمرین کردن با بیان جملات و عبارت که هر روز گوش میدید و یاد میگیرید چجوری اینا رو میتونیم به ذهنمون بسپاریم با نوشتنشون نوشتن یکی از راههایی که باعث میشه حافظه شما شدیدا تقویت بشه و وقتی که توی جمع این عبارت و جملات رو بیان میکنید کمک میکنید به رشد اعتماد به نفستون آقا اعتماد به نفس بشه دردم میخوره اعتماد به نفس نداشته باشی قربونت این چیزهایی که یاد میگیری رو نمیتونی بیان کنی که حالا اگر میخواید اعتماد به نفس داشته باشید در قسمت کامنت نشون بدید آقا من میخوام یاد بگیرم هیچی برای من مهم نیست جز learning English learning something new I have to learn English جمله و عبارتمون اینه با هم می در قسمت کامنت با صدای رسا تکرار میکنیم من باید انگلیسی یاد بگیرم I have to learn English I have to learn English I have to do something. I have to do something. I have to. من ملزمم. چیکار کنی؟ Do something. Something چیزی دو انجام دادن. I have to do something. من باید کاری کنم. من خودم رو ملزم میدونم از اوامل خارجی که باید اون کار رو انجام بدم. I have to do something. من باید کاری کنم. I have to do something. I have to do something I have to study more. I have to study more. I have to study man Boyad. چطور more بیشتر I have to study more بدون شک شما باید بیشتر مطالعه کنید برای اینکه بهتر و بهتر بتونید یاد بگیرید کتاب بخونید چیزهای خوب یاد بگیرید انگلیسی یاد بگیرید study English study English I have to study English or I have to study more من باید بیشتر مطالعه کنم آفرین بر شما که بیشتر میخواید مطالعه کنید جملات و عبارات ها رو فراموش نکنید با صدای رسا تکرار کنید همینطوری که من دارم با صدای رسا تکرار میکنم داد زدن منظور نیست با صدای رساک که ازولات زبانی و دهانیتون به حرکت در بیاد و جملات و عبارت رو بیان کنید همین کاری که یک کودک در مسیر یادگیری زبان مادریش انجام میده I have to study more من باید بیشتر مطالعه کنم I have to study more I have to study more I have to sleep earlier. I have to sleep earlier. I have to. من یه کاری رو ملزمم بهش. چه کاری؟ Sleep. Sleep یعنی خوابیدن. Early یعنی زود و earlier یعنی زودتر. Sleep earlier یعنی زودتر خوابیدن. I have to sleep earlier. من باید زودتر بخوابم. خودم رو ملزم میدونم که زودتر بخوابم. برای سلامتیم. برای اینکه بتونم صبح مثلا زودتر بیدارشم. پس جمله و بارتمون اینه. تکرار کنید با صدای رسا. I have to sleep earlier. I have to sleep earlier I have to get up early. I have to get up early. I have to mulzama me get up. Get up یعنی برخواستن Early زود I have to get up early من باید زود بیدار شم الزامش چیه؟ مثلا آزمون دارم مثلا میخوام برم سر کار مثلا میخوام از کانال انگلیسی مثل آب خوردن استفاده کنم انگلیسی یاد بگیرم آفرین بر شما که زود بیدار میشید I have to get up early من باید زود بیدار شوم. I have to get up early I have to get up early I have to practice to learn better. I have to practice to learn better. I have to practice. Practice یعنی تمرین کردن. و راز یادگیری زبان سه تا پیه. کدوم پی؟ کدوم سه تا؟ practice 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 تمرین 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 کاری که یک کودک انجام میده بچه ها یادگیری طبیعی انگلیسی تمرین نیاز دارید تمرین 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 از تمرین خسته نشید و کاری کنید که عبارت ها و جملات و چیزهایی که میخواید یاد بگیرید خسته بشن شما هیچ و خسته نشید I have to practice من باید تمرین کنم چرا to learn better برای اینکه بهتر یاد بگیرم I have to practice to learn better من باید برای یادگیری بهتر تمرین کنم آفرین بر شما که برای یادگیری بهتر تمرین میکنید برای تمرین عبارت و جملات این درس رو در دفتر چی یاد بنویسید با صدای رسا تکرار کنید تو قسمت کامنت هم برای رشد اعتماد به نفستون اگر دوست داشتید این کارو انجام بدید اگر میخواید سریعتر نتیجه بگیرید I have to practice to learn better من باید برای یادگیری بهتر تمرین کنم. I have to practice to learn better. I have to practice to learn better. I have to keep calm. I have to keep calm. I have to من ملزمم یه کاری انجام بدم. چه کاری؟ Keep کیپ یعنی نگه داشتن کام الش ناخاناست کام یعنی آرام کیپ کام یعنی آرام موندن I have to keep calm من باید آرام بمانم I have to keep calm I have to keep calm I have to stay here I have to stay here. I have to. یک کاری رو باید انجام بدیم ملزمیم. Stay, stay یعنی ماندن. Here اینجا. I have to stay. در مورد نکته تلفظی دقت بکنید بچه ها I have to stay نیست. اول stay a نداره. پس ما to رو می‌چسبونیم به stay. مثلا I have to sleep. I have to stay و همونطور که دارید مشاهده میکنید حرف اس... ما درسته میگیم حرف اس... ولی توی خوندن اولش نباید ا اضافه بکنیم پس stay here اینجا بمانم I have to حالا میچسبه به stay میشه I have to stay I have to I have to I have to stay here این قاعده برای کل چیزایی که تو مثلا بعدش اسم میاد طبیعتا باید رایت بشه اینجوری اگر بتونید یاد بگیرید صحبت کردنتون هم سریعتر میشه و روونتر میتونید صحبت بکنید I have to stay here. من باید اینجا بمانم. I have to stay here. I have to stay here. I have to use my head. I have to use my head. I have to. من ملزمم یک کاری بکنم. Use. Use یعنی استفاده کردن. My head. سر من. در اینجا منظورش سر نیست طبیعتا مغزه I have to use my head من باید از مغزم استفاده کنم و قطعا وقتی از مغزتون استفاده میکنید و تکه های پازل یادگیری انگلیسی رو میذارید کنار هم میبینید که باید تمرین کنید بچه ها هر کس بهتون گفت بیا آمپول بدم بهت بیا قرص بدم بهت اینجوری ده جلسه ای مثلا میتونی انگلیسی یاد بگیری بدونید که میخواد سر شما رو کلاه بذاره جیبتون رو میخواد بزنه بچه ها شیاد زیاده تو اینترنت هر کس که از جاش بلند شده فکر کرده میتونه مردم رو سرکیسه کنه شما باید آگاه باشید شما باید اجازه ندید که کسی جیب شما رو بزنه و از سادگی شما استفاده بکنه پس use your head از مغزت استفاده کن بدون که یادگیری انگلیسی و یادگیری هر چیزی نیاز به تمرین داره و برای اینکه بتونید این مطالب رو به حافظه بلند مدتتون انتقال بدید باید تمرین کنید و برای تقویت عضلات زبانی و دهانیتون باید تکرار کنید همونطور که گفتیم کاری که یک بچه یک کودک در مسیر یادگیری زبان مادریش انجام میده بنابراین تکرار میکنیم با صدای رسا در قسمت کامنت مینویسیم برای رشد اعتماد به نفسمون و در دفترچه یادداشتمون برای انتقال دادن به حافظه بلند مدت I have to use my head من باید از مغزم استفاده کنم I have to use my head I have to use my head I have to go to the bathroom. I have to go to the bathroom. I have to go. من باید بروم به کجا؟ To the bathroom. Bathroom یعنی دستشویی حالا جایی که سرویس بهداشتیه. I have to go to the bathroom. من باید به دستشویی بروم. I have to go to the bathroom. I have to go to the bathroom. I have to leave here now. I have to leave here now. I have to من باید یه کاری کنم leave. Leave یعنی ترک کردن جایی از جایی رفتن. Here اینجا now اکنون. I have to leave here now. من باید الان اینجا را ترک کنم. اما شما ما رو ترک نکنید. ما هم شما رو ترک نمی کنیم با هم انگلیسی یاد بگیریم بچه ها انگلیسی زبان علم. الان که این درس رو دارید میشنوید الان که این درس داره ضبط میشه، الان که ما در خدمت شما هستیم، انگلیسی هنوز زبان علم. زبان کامیونیکیشن زبان ارتباطات پس برای اینکه بتونید جلو بیافتید از بقیه برای اینکه بتونید تحصیل بکنید در یک کشور خارجی برای اینکه علاقه شخصیتون رو ارضا بکنید برای اینکه بتونید مهاجرت بکنید پس به انگلیسی نیاز دارید برای اینکه بتونید با مردم دنیا حرف بزنید آقا دیگه از انگلیسی مثل آب خوردن راحتتر نیست راه صادقانه راه علمی راه اصولی برای یادگیری پس ما نمیگیم قرص آمپول فلان شربت ما میگیم آقا تمرین کنید خوب یاد بگیرید I have to live here now من باید الان اینجا را ترک کنم. I have to leave here now. I have to leave here now. I have to go home now. I have to go home now. I have to خودم رو ملزم میدونم مامانم زنگ زده go home برم خونه now اکنون I have to go home now من باید الان به خانه بروم I have to go home now. I have to go home now. I have to unpack my bags. I have to unpack my bags. I have to من یه کاری باید بکنم unpack پک یعنی جمع جور کردن لوازم توی کیف و unpack یعنی از حالت پک در آوردن از داخل کیف بیرون آوردن my bags کیف I have to unpack my bags من باید لوازم کیف را بیرون بیارم کیف هامو unpack کنم پس I have to unpack my bags من باید لوازم کیف را بیرون بیاورم I have to unpack my bags I have to unpack my bags. I have to follow the rules. I have to follow the rules. I have to follow. من باید دنبال کنم. باید تبعیت کنم. چی رو? The rules. Rule یعنی قانون و rules یعنی قوانین. I have to follow the rules. من باید از قوانین تبعیت کنم. I have to follow the rules. I have to follow the rules I have to be silent here I have to be silent here I have to be من باید باشم silent ساcket here اینجا I have to be silent here من باید اینجا ساکت باشم خیلی میگ اقا زیاد حرف میزنی. آقا ما از جانب انگلیسی مثلاب خوردن وظیفه داری به شما بگیم حالا شما اینکه خوشت نمیاد فقط دوست داری همینجوری یه چیزی بشنوی و فکر کنی معجزه میشه نه عزیز دلم نه قربون چشمات برم این معجزه اتفاق نمیفته شما باید تمرین کنی شما باید بنویسی باید با صدای رسا تکرار کنی مگه زبان مادری تو فقط با شنیدن یاد گرفتی نه انقدر بدنی گفتی انقدر دیپدمنی گفتی انقدر به هندونه گفتی دندونه تا آخرش تونستی فارسی رو یاد بگیری حالا هم باید انقدر عضلات زبانی و دهانیت رو درگیر یادگیری انگلیسی بکنی تا بتونی رشد بکنی ما چی داریم میگیم ما همین رو میگیم پس چرا میگی you have to be silent here تو باید اینجا ساکت باشی آقا ما نمیتونیم ساکت باشیم باید وظیفمون رو بگیم هر کس اگر وظیفه خودش رو درست انجام بده دنیا گلستان میشه پس وظیفه شما اینه که در تمرینات شرکت بکنید برای اینکه به خودتون مدیونید باید به خودتون خدمت بکنید و بتونید از رهگذر زمانی که دارید صرف میکنید برای یادگیری رشد کنید I have to be silent here. من دیگه باید اینجا ساکت باشم. دیگه هیچی نباید بگم. چیزایی که گفتنی بودو عرض کردیم خدمت شما. I have to be silent here. من باید اینجا ساکت باشم. I have to be silent here. I have to be silent here. I have to clean the house. I have to clean the house. I have to clean. من باید تمیز کنم the house. اون خونه هر اون خونه مشخص که داره در موردش صحبت میکنه چون از تی ای 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 استفاده کرده. مثلا خونه عمه از خونه خاله است. رفتی خوابیدی حالا باید تمیزش کنی. یک الزامی وجود داره از بیرون که شما رو ملزم میکنه این کار رو انجام بدید. اگر این کار رو نکنید عمه جونت گوشتو میپیچونه. I have to clean the house. من باید خانه را تمیز کنم. I have to clean the house. I have to clean the house. I have to drive slowly. I have to drive slowly. I have to. من یک الزام دارم. چه الزامی؟ الزام این که drive slowly. رانندگی کنم به طور آهسته. Slow یعنی آهسته و slowly یعنی به طور آهسته. درایو یعنی راندن. تلفظ درستش. درایو نیست. drive drive بین دی و آر صدایی وجود نداره. ترفاظ آر رو هم دقت کنید. زبانتون جمع میشه نزدیک سقف دهان. یعنی نمیگم درایو، درایو، درایو. یعنی چی؟ یعنی راندن و ماشین رانندگی کردن. درایو سلولی، به آرامی رانندگی کردن. I have to drive slowly. من باید به آرامی رانندگی کنم. I have to drive slowly. I have to drive slowly. I have to walk to lose weight. I have to walk to lose weight. I have to walk. من باید قدم بزنم. الزام خارجی داره به من میگه که باید قدم بزنم. بابا مردیم از چاقی. چرا؟ To lose weight. برای اینکه وزن کم کنم lose یعنی کاهش یافتن یا کاهش دادن weight یعنی وزن I have to walk to lose weight من باید برای کاهش وزن راه برم فقط راه رفتن شاید کافی نباشه یه مقدار هم سعی کنید طبق یک برنامه که روی کاغذ می نویسید شبی روزی یک قاشق از غذاتون کم کنید تا نصف بشه غذاتون شبی یک قاشق دیگه به جایی بر نمیخوره شب اول بشمارید چل قاشق پنجا قاشق میخوری و شبی یه دونه ازش کم کن تا پنجا تا به 25 تا قضاد نصف شده از این ورم I have to walk to lose weight چیکار میکنید؟ من باید برای کاهش وزن راه برم و راه هم میرید وزنتون میاد پایین و میتونید خیلی سالم و خوشحال و سرخوش باشید I have to walk to lose weight من باید برای کاهش وزن راه بروم I have to walk to lose weight I have to walk to lose weight. به 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 حالا رسیدیم به نگتیوز یعنی به منفی ها یعنی چی آقا الان داشتی مثبت میگفتی بله جملاتی که تو الان گفتی شون مثبت بودن حالا برای منفی ها چه جوری باید منفی کنیم کاری نداره که آی have تو میشه آی دو نات have تو منفی میشه به همین سادگی از هر چیزی ساده تر آی دو نات هاف تو یا I dont have تو یعنی من ملزم نیستم یه کاری را انجام بدم پس بیایید منفی ها رو من هم با هم همینجا یاد بگیریم چه جوری همینجوری که الان خدمتتون تقدیم میشه جملات رو با هم چک کنیم I do not have to get up early I don't have to get up early. I don't have to. الزامی برای من وجود نداره که چیکار کنم؟ Get up. Get up فعل عبارتی یعنی بیدار شدن Early زود Get up early یعنی زود بیدار شدن I don't have to get up early من نباید زود بیدار شوم. الزامی برای من وجود نداره اصلا زوری بالای سر من نیست که I don't have to get up early من نباید زود بیدار شوم. I don't have to get up early I don't have to get up early I don't have to sleep earlier. I don't have to sleep earlier. I don't have to الزامی وجود نداره یا که من خودم رو ملزم نمیدونم یا به عبارتی میشه گفت که الزامی وجود داره که ما نباید این کار رو انجام بدیم مثلا سر کاری شیفتی پس I don't have to sleep earlier من نباید زودتر بخوابم I don't have to sleep earlier I don't have to sleep earlier I don't have to leave here. I don't have to leave here. I don't have to من نباید این کاری کنم یه الزامی به من میگه که نباید این کار کنم مثلا خانومم گفته <applause> چیکار باید بکنی leave here ترک کردن اینجا رو I don't have to leave here من نباید اینجا رو ترک کنم خانومم بهم به گفته اینجا وایسا بابام بهم به گفته اینجا وایسا دوست دخترم دوست پسرم بهم گفته اینجا وایسا پس I don't have to leave here من نباید اینجا رو ترک کنم I don't have to leave here I don't have to leave here. I don't have to use my head. I don't have to use my head. I don't have to. من نباید کاری کنم. چی کار؟ Use my head. از مغزم استفاده کنم. چرا؟ چون مغز ندارم من. بین گوشام یه سیمه. آقا سیمو قطع نکنید گوشام میفته. I don't have to use my head. من نباید از مغزم استفاده کنم. مغزم مثلا تطیب. تعت... <تصفح> I don't have to use my head. من نباید از مغزم استفاده کنم. I don't have to use my head. I don't have to use my head. I don't have to clean the house. I don't have to clean the house. I don't have to من ملزم نیستم یه کاری را انجام بدم یا الزام وجود داره که این کار را نکنم clean the house تمیز کردن خانه I don't have to clean the house من نباید خانه را تمیز کنم I don't have to clean the house I don't have to clean the house. I don't have to walk to lose weight. I don't have to walk to lose weight. I don't have to. من نباید این کار رو انجام بدم چون ملزم نیستم یا الزام وجود داره که این کار انجام ندم. Walk راه رفتن to lose weight برای یک کاهش وزن. احتمالا فکر میکنم خوشتی پم با 180 کیلو وزن و I don't have to walk. نباید راه برم برای چی؟ To lose weight برای کاهش وزن. I don't have to walk to lose weight. من نباید برای کاهش وزن راه بروم. I don't have to walk to lose weight. I don't have to walk to lose weight. I don't have to do something. I don't have to do something. I don't have to. پس I don't have to do something کلن کاری انجام نمیدم مرخص مرخصم هیچ کاری انجام نمیدم و انتظار دارم آیندم بهتر بشه و انتظار دارم دنیا آقا پیشونیم بلنده من یه متر پیشونی دارم انتظار دارم که شانس و بخت و اقبال یه آقایی با اسب سفید بیاد منو ببره یا یک خانومی بیاد ما رو بگیره بشه شوگر مامی و بتونه ما رو نجات بده نه عزیز دلم باید تلاش کنی کاری با کسایی که راههای غیر انسانی رو طی کردن و شاید به چیزی رسیدن نداریم اگر میخوایی به صورت انسانی و وجدانی به جایی برسی باید تلاش بکنی پس I don't have to do something من نباید کاری کنم I don't have to do something I don't have to do something خدا قوت چقدر پر انرژی بودید چقدر باحال بودید چقدر عالی بودید دمتون گرم تا اینجای درس اومدید در تمرینات شرکت کردید دم شما گرم دم شما گرم دم شما گرم فراموش نکنید با صدای رسای بارت ها و جملات رو تکرار کنید چیزی که بارها داریم میگیم و خیلی هنوز در خواب قفلتن و فکر میکنن که هیچ کاری نباید بکنن به هر حال وظیفه ماست که بگیم این دیگه اختیار شماست صلاح مملکت خیش خسروان دانند و حالا شما خواه پندگیر خواه ملال بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان از این که انگلیسی مثل آب خوردن رو دنبال میکنید همراهی میکنید در هر کجای دنیا که هستید برای شما و خانواده محترمتون آرزوی تندرستی خوشی و خورسندی داریم خوش باشید